بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشاینده مهربان، عرض سلام و ادب دارم، احترام دارم خدمت همه شما هموطنای عزیز، قومای بی نهایت گرامی. امروز روزی عید سعید فطر است و ما هم از طریق چینل خود طریق عید شما را تبریک میگیم. انشاءالله که نماز روزه شما به درگاه حق قبول باشد. دوستای عزیز، یک کلمه خیلی کوتاه از هموطنای خود در پشتو عید مبارکی کنم تول هموطنان و در اختر دی مبارک شه. انشاءالله که نماز روزه شما قبول باشد. دوستای عزیز، امروز ترکیب در تصویر دیدید نماز عید برگزار شد و بعد برادرای کینج بود، نمازگزارای کینج بود، عید مبارکی کرد و یالا ما و همین جا هستیم. کربلای احمدشاه همراه از ما هست، چون اما اول من خودم برادرها بخشش باشد بخاطر از اینکه من خیلی بد سرما خوردم دیگه. اول خودم از او برادرای خیرین که چی برای کلینیک از ما کمک کرده و چی برای فقیر فقرا و پروژه سرک کمک کرده، این چیم را تبریک میگیم. انشالله که نماز روزهشم قبول باشد و کرلایی صاحب احمد شام هم اینجا است. یک عید مبارکی همراه هم دوستایی که بخشی از ما کمک کرده، این هم یک عید مبارکی داره خدمت شما. خب بسم الله الرحمن الرحیم، عرض ادب و احترام خدمت همه برادرای عزیز، دوستان محترم، برادرای عزیز، عید را خدمت شما تبریک و تهنیت عرض می کنم. امیدوارم که اطاعات و عبادات همه شما مورد قبول درگاه حق تعالی قرار بگیرد انشاءالله. دوستای عزیز، این کم لطفی بود که واقعا در این روز بزرگ ما حاضر نمو شدیم خدمت شما و این عید را خدمت شما تبریک نمو گفتیم. بناهن ما احترام داریم کاملا به شما عزیزا که واقعا صمیمانه، اخلاصانه، دلسوزانه امسال در خیلی عرصه ها همراه از ما شما عزیزا کمک و مساعدت نمودید. ما از همه شما سپاسگزاری و تشکر مونیم. انشالله که همه شما عزیزان جور و صحتمند و سالم باشید. دوستا خیلی متشکرم، زنده باشید. خداوند متعال از همه ما و شما راضی باشد و سلام علیکم و رحمت الله و برکات. تشکر کردم سن. زنده باشی، بخیر باشی. شما هم همچنین. دوستای عزیز، ما برادرایی که اینجا بود اونا همه رفتن، فقط اینجا آجاقای توسلی و آجاقای گلزاری مندن و ما هم سلام دارم خدمت هر دو بزرگوار که در اینجا تشریف داره. همو یک مقدار مشکلاتی که برای همجی حسینی از مو مانده همو رو آجاقا همراهشم شریک منه. هر کسی که توانی کمک داشت انشالله برای همجی مسجد حسینی کمک کرد که همی هم کارش تکمیل شنم. سلام احترام خدمت آجاقا. سلام علیکم و رحمت الله. من روز عید سعید فطر را برای شما و برای همه مؤمنین و شیعیان جهان تبریک عرض می کنم. خداوند انشاءالله همگان را در هر جای که هستن به خیر و سلامت داشته باشد و توفیق بیشتر عنایت فرماید. شما سوالی که کردین درباره مدرسه، مدرسه ای که امروز مثلا در نماز عید شما تشریف داشتین، مردم رو دیدین، حالا این مدرسه شما به سه بخش است. قسمت پایینیشی مدرسه، قسمت وسطیشی حسینی امام جعفری صادق، مدرسه امام جعفری صادق، و قسمت بالاییش که الان ما و شما رویش قرار داریم و نماز خواندیم، مسجد جامع امام جعفری صادق علیه صلوات و سلام هستند که با امی این فرع مدرسه سابقه، مدرسه سابق ما و شما به نام امام جعفری صادق، این مدرسه به نام امام جعفری صادق، به نام شخص نیست، به نام هیچ شخص نیست، فقط به نام امام جعفری صادق علیه صلوات و سلام هستند. کارهای مدرسه را همچنان که شما میبینید، کار اسکلتش تمام شده. از کار اسکلت در داخل مدرسه که منده فقط رنگایش منده، رنگ داخل و بیرون مندن، فرشه های را پله منده و حفاظ را پله ها مندن. کارهای بیرون از طرف شرقشی که رئیس مثلا رئیس سریاو، رئیس عبدالامید، خدای حفظ کنه با چایش را که زمین داده بود، زمینش ما مثل پیش مدرسه را کلان کردیم، سنگش چیده شده. دیگه سه طرف دیگرشی که مثلا حیات مدرسه یا که نیاز به حیات داره این منطقه کاملا منده. اینمی چیزای مدرسه منده، رنگ بیرون و داخلش منده. این مثلا ناوسا در شویه ها و اشپزخانه ها و حمامایش منده. و عرض به حضور شما، مدرسه سابق شما همچنان که میبینید و همه میبینن،
خاکریزی دارند که کاملا محتاج به یک باید رو تک بزنیم انشاءالله از نو بپوشانیم. اینمی چیزها در مدرسه چیزن ضرورتن. خدا و من در حق برادران دعا میکنیم امو کمک کننده هایی که تا حالا کمک کرده ای با کمک از برادران با یاری از برادران تا اینجا رسیده. ما از خود هیچ چیزی نداشتیم، ما فقط به عنوان یک نوکری شما همینجا همین پولای شما رو مصرف کردیم. در قسمت حساب دیشی بنده تا زمانی که زنده هستم هر موقعی که برادران چی از بیرون و چیز داخل اقدام حسابگیری کنن من انشاءالله کاملا حساب داده نیستم. از روز اولی که پیسنگزی مدرسه گذاشته شدن حتی یک حلقه مثلا از من فیلم نواری فیلمی که برای مثلا چسب است برای برق است اما را ما لیست داریم پلایی که برادرانم فرستاده و خیرین فرستاده انشاءالله خیرش خدا بیشتر کند در این روز بزرگ. از خدای متعال میخواهیم توفیقات مزید رو برای شی طلب داریم. الان شما میتونید مثلا تمامی مثلا نقشایی که هستن از اینجا که پیاده شدی را پله ها رم ببینید، فرشه ها رم ببینید و عرض به حضور شما آشپزخانه رم ببینید، سه چهار طرف مدرسه رم ببینید که چه کارهایی موجود هستن در اینجا که مثلا گل آقا خدا انشاءالله پدر و مادرش را و ابغیش را که مثلا در اینجا زمین داده غریق رحمت خود بکنن و عبدالحمید رئیس را خدا خودش را عاقبت بخیر کنن، بچه‌هایش را در پناه اسلام حفظ بکنن، کمک مزید کردن و همچنین مدرسه سابق را امو زمینش را امو بندگان خدا که داده خداوند صد در دنیا و هزار در آخرت برایش عوض کند و مردایش رحمت کنند. یعنی مختصر کوتاه عرض برادر بنده بودن در خدمت برادران و عزیزان و خصوصا شما که از ما سوال کردید. امین انشاءالله سعادتی که مثلا کارگر آجاقای گلزاری که همین سلوقات هر سال امین جمعی از سه ماه چهار ماه امین در مدرسه هستن کمک میکنن برای طلبا با مدرسه. خدا انشاءالله اجر مزید عنایت فرماید. آقای شهیزاده که اینجا هستن مثلا کاملا از اوضاع مدرسه خبر دارن، آقای گل‌آقا که اینجا هستن تا کارهای مدرسه کاملا خبر دارن، آقای محمودی که اینجا گردش میکنم تمام کارات مدرسه خبر دارن و خود شما هم پیشش خود میبینید دیگه بیشتر از این حاجت به توضیح نیه. ما فقط محتاج برادرایم، به طرف برادران نظر میکنیم، بیشتر از او دیگه مسئولیت نداریم. تا زمانی که پول برادرا کمک برادر به دست ما میرسن بین خود ما و خدای ما مصرف نده مدرسه. اگر دست ما رو برادر ویل کردن دیگه بهش دو مسئولیت هم ندارم، هم خدا میبینم هم خود برادرم میبینم. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. من عید سعید فطر را برای همه عزیزان داخل و خارج و برای تمام خیرین و روزه دار و نمازگزاران تبریک عرض میکنم. السلام علیکم و رحمت الله. تشکر، سلامت باشین. خدا ان شاء الله شما رو حفظ کنه. یک پیام آقای گلزاری را بشنویم. بسم الله الرحمن الرحیم. من نیز به سهم خود ابتداعا عید سعید فطر را به همه برادران و خواهران به همه عزیزان تبریک تهنیت عرض میکنم و از خداوند متعال قبولی طاعات و عباداتتان را آرزومندم. برادران عزیز، خواهران گرامی، همونطور که آجاها فرمودند این مدرسه با همین عظمت که شاید بگیم در جاغوری نظیرش نباشد در اینجا ساخته شده و کاریش هم تا حدود زیادی به سرانجام رسیده، تکمیل شده، فقط یک مقدار کمی از کارهایش مانده، نرده بغل راپله، سرویس بهداشتی، آشپزخانه، حیات دور مدرسه، حیات سازیش، اینها این کارهایش مانده که نیاز به کمک خیرین دارد. خداوند انشاءالله به همه شما و همه کسانی که به هر نحوی در این مدرسه کمک کرده، در ساختن این مدرسه در هر کارش کمک کرده، خداوند به همه اونها جزای خیر بده. جزاکم الله خیرا. و در آینده نیز اینمی مدرسه تکمیلش چند کارش که مانده عرض کردم اونها نیاز به کمک شما داره دیگه. شما دانید و کارتان انما یعمر مساجد الله من آمن بالله والیوم الاخر. خداوند میفرماید کسانی که به روز آخرت، به خدا و روز آخرت ایمان دارند، مساجد خداوند را آباد میکنند. یعنی کارهای جزئی جزئیش کم کم مانده و نیاز به کمکی خیرین دارد. انشاءالله که از کمکتان دریغ نفرمایید. و السلام علیکم و رحمت الله. از شما آقای حسنزاده هم تشکر میکنیم. شما جوای محترم، یک پیام از گل آقا را میشنویم. سلام و درود به پایان برای کل دوستا. اول عید سعید فطر را و شما تبریک میگیم بر کل دوستان که صدای ما رو میشنوند و ما رو میبینند. دیگه سلام زیاد میگیم. عید فطر را بلدشم تبریک میگیم به خاطر که ما امروز یک گزارشی که دل
همزی وضعیت این بره الحمدلله که تایی و عهد رسیده با کمک شما خیرین بوده. در روز اولی که کلینگی از این مدرسه را که موزیده 90,000 اوغانی بود، 1,20,000 کلدار دیگه، یک ترانمی دیگه مو نداشتی. از اون روزی کمک شما خیرین بود، برادرها بود که در این اندازه رسیده الحمدلله. بازم مو چشم انتظار شما هستی که بردار این منبر را حیات شیره، آشپزخانه شیره، همه را در سر برسینی. انشالله که خدا شما را توفیق بده، روزه و نمازشم را قبول کنه. و سلام علیکم و رحمت الله. تشکر گل آقای لالایی. همراه آقای شهزادم صحبت کنیم، پیام داشته باشد. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. سلام و عرض ادب دارم خدمت همه دوستایی که در هر جای اصر در پناه خدا باشیم. اولا عید سعید فطر را برای همه شما تبریک میگیم. خداوند که عبادات های شما را، نمازهای شما را، روزه گرفتن شما را به کمال خوب قبول کنه. دویومی دیگه در مدرسه، دبلی مدرسه استاد هستیم. نماز عید بود، نماز عید را انجام دادیم. بعد از نماز عید با شما در کلام شدیم. اینمی مدرسه با کمک های شما خیرین و دوستانی که در هر جایی بودین جور شده و بازم کم کم کارایش که منده انشالله مورد توجه شما قرار بگیره و شما کمک های خود از اینج قطع نکید که تا امی کاملا نتیجه بیدیم. سیومی دیگر ارزمایی است، چیزی که در دامرده ساخته شده از قبیل سرک، کلینیک، مدرسه، مکتب ها، اینا کمک های شما دوستا بوده. از این بسیار تشکر نیم از شما که شما خیرین نمو بودید در دامرده. این کارا یک دن آیاز امکانش نبود که جور شنه و حالا که شما جور کرد بسیار جای تشکر که شما چی رقم تشکر و سپاسگزاری کنید. یک مسئله. مسئله دیگه داینده، امیدوار هستیم و امیدوار هستیم که کمک های شما بخشی از این مردم قطع نشنه. امیدی که در دیگه جاوری، در دیگه منطقه افغانستان آبادی های توسط خیرینی که در خارج از کشور است در او در حال پیشرفت و در حال جور شدن است، دامردم از این نعمت باید محروم نباشد. در 5 سال پاس یا 10 سال پاس به اندازه انگوری باشیم، به اندازه پاتو باشیم، به اندازه سنگ ماشه و جاهای دیگه باشیم. امید اگر کمک های شما ادامه داشت هستیم انشالله. اگر کمک های شما خدای نخواسته از این طرف قطع شونه دیگه ما مایوس میشیم و میفهمیم که ما به اندازه همسین دو سالای خوب با اندازه رقیبای خوب نیستیم. یعنی میقدر ارزیم کتا دیگه وقت شما رو نمیگیریم. خدا انشالله عبادت ها رو قبول کنم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. صحبت دیگر خدمت عزیزان دارم. چنانچه خودشان میداند در مثلا مناطق جاغوری و خارج جاغوری مثلا پولچگا جور شدن، بنده ها ساخته شدن که کمک عزیزان ما اونجا رسیده. ما امیدواریم که عزیزان ما در قسمت، خصوصا در قسمت بندسازی در منطقه خود، در منطقه دهمرده کمک نماید که مردم از بی‌آبی و خشکابی منطقه را ترک نکنند. بسیار خشکابیه و بسیار مثلا از نگاه آب در مزیقه کاریز ها یکی باز دیگری زبیت خوش می شود. ما به عنوان مثلا مثال عرض میکنم کاریزی و کل تقریبا خشکه، کاریز قبرغا با کاریز سابق خشکن، کاریز نوکرس خشکه، کاریز سریاب خشکه، کاریز چغلسنگا اکثرش خشکه. یعنی مثلا کلا محتاج به یک مثلا شما برادران در مناطق بسیار جایهای بند شما دارین در جای جای دامرده و اگر شما کمک کنید همین برادران کمک دیگه برادران هم جلب کنید، ما در مناطق از این مثلا میتونیم بندسازی کنیم انشالله خیلی جای بند دارن. او ملبلته کاملا به قرآن در هر جایی که مثلا ضرورت بود اول در قرآن میکشیم، اول بندمون جا جاریم بر پیغمبر خاتم صلوات الله محمد و آلیم. آجا همی تر قرآن قرآن باریم عموم جاهایی که آشپزخانه و نیاز دارم ما رو نشان بیرین. خدا شما خیر بیده، خیلی کمک میدید. میز در پلای مسجد جامع مجاب فرساد پایین میایید، میبینی که پله ها هم فرش نداره و هم حفاظ نداره. بسیار ضروریه در هر زمانی که اینجا روی مسجد میاد ما میترسیم خدای نکرده یک پیرزن یک پیرمرد نیفتن ده. نه حفاظ دارن و نه فرش دارن. این دو طرف از این راجقا حفاظ نیاز داره. بله. دیگه مثلا چنانی که میبینید یه جایش رنگ نشده، رنگاش کاملا مده، چی طبقه بالا، چی طبقه پایین و چی طبقه وسطی. بله. قامیت خراب خراب بریم. اون فرشایش که برادرای عزیز فرستاده خدا
اجر مزید عنایت کنن. این فرش را حاجی محمد علی وتکل عنایت کردن، فرش طبقه حسینیه را با بالی نظری داده. خدا ان شاء الله خوبت بخیر کنه، خدا ان شاء الله خوش خیر بده. خب بریم آقا. یعنی یعنی راپله طبقه مسجد که تاخیر دیگه حفاظ ندارن، و او طرف هم مثلا یک راپله که دو طرف مردانه هستن، او هم همچنان مثلا فرش ندارن و حفاظ هم نداره، شدیدا نیاز به حفاظ هستن. بله دیگه اینا یه چیز هستن، یعنی راپله بیرونیش هم حفاظ هم ندارن، تا اونو ساخته هم نشدن دیگر. روبروی چنانچی برات باش. روبرو چنانچه میبینی این منطقه که سنگکاریش تکمیل شدن، زمینی که از رئیس عبدالحمید بودن امزیل بشه، زمین رئیس عبدالحمیده، خداوند در دنیا و آخرت ثواب بیشتر عنایت کنن. همین زمین درختایش داد ما کندیم، زمین چمار کردن برای پیش مدرسه، خدا زمین زورت در قیامت و زمین پدرش در قیامت هموار کنه انشاءالله، که هیچ گونه مشکل نداشته باشد. و این طرف دیگر را که میخوایی ببینی، اینجا آش از اون طرف برم به نظر مجمع. نه اندی چی نیست، بلیم زیبیم آشوی ابا بایی ابا بایی بسم الله الرحمن الرحیم. اتزاز قسمت بیم این صحنه را که شما میبینید، یه اشپزخانه برای مدرسه و حسینیشم ساخته میشود تا اینجا. تا اینجا را اشپزخانه هستن و اینایش هم تحویل خانه می شود. او ساحه که مثلا پیش سنگکاری مندم حتما باید انشاءالله پوشنده شد و چادرکاری شدن، که هم مثلا وسایل مدرسه جا بگیرن و هم دیگه برف جارویش مشکل نباشد. اینجا جای چهار پنج دنه دستشویی و یک دنه حمام و یک موتورخانه. چنانکه که می بینی سنگش آورده شد چیده شدن، ما باقی سنگکاری از اونجایی که می بینی تا آخر را، تا پول آخر را نه سنگ دارن و نه جور شدن. نیاز به سنگ میدک دو و سنگ آوردو مثلا چیدن دارن، که ساکار ما بخاطر نظمی ظاهرا ما منجی نیم، اگر شما سنگ تکمیل نیا او طرف او قسمت را پایی نما جا سنگ میچینید؟ چهار طرف سنگ چینده میشود. این زمین ها باست کار میشن؟ این زمین مثلا داخل چیز منن، داخل حیات بزن. داخل حیات ممنن، این از رمضان این داخل حیات ممنن. اگر شما یک بنده خدای دیگر وعده داده که ما مثلا یک زمین میدیم کمی جزی مدرسه، ما رمضان جای دیگر زمین میدیم اگر خدا کش شد. خب انشاءالله دیگه از آقا چیز نمانده دیگه تای نده بوش، تای نده بوشم برسیل که بابا را پله زنانه که مثلا در آینده خانوم ها مسیر شدیده او را و مردا مسیر شده طرف ها، اینا باید پله ساخته شود و حفاظ هم ساخته شود انشالله. آبا کی؟ با چه صفیه همی چیز بلنم داشتی؟ اینجایی را که شما میبینید از اون طریق کاملا نمت راست، این باید مثلا حیات مدرسه باید تا اینجا را و سنگکاری شدن. این طرف پایینش طرف قبله از زیر از این پول تا او طرف مدرسه را باید حیات درست شدن و سنگکاری شدن با صفاس درست شود. اینی مثلا طرف غرب مدرسه. حالا طرف شمال مدرسه که طرف رایه انشاءالله موری میبینی. خب بریم امید خلق خلقی مزانه. خب اینایش از خود مدرسه یه اینایش گلاغا داده، ویش مثلا گلاغا قنجقه رمضان بدل کده، او متعلق به رمضان نگنه، او متعلق به گلاغا بوده و متعلق به بچه ملابستان بوده، خدا رحمت که ملابستان الهی. ببینی از اون طرف، طرف غرب مدرسه، اینا کاملا حیات درست میشن و سنگ که میقدر سنگ اصلا دیگه سنگ نیان، بعد مثلا زیر درخت ها حیات مایه اینجا، بعد دوباره مره از اینجا در گذاشته میشود و اون طرف شمال رای زیاره ده، مثلا یک سنگ یا دو سنگ گذاشته شده بقیه سنگ کاریش منده و
و سنگ وجود نداره. این طرف از جای ارتفاعش چقدر بالا میاد؟ حالا مثلا به قراری که مردم ثواب بکنه 1.5 متر یا همون قدر سنگکاریش بعد بکشه خیش میچینن که مثلا رفت آمد مثلا اثری دیوار دیگه وجود نداشته باشه، تفاوت هم شنده. سعادتی امیر چیز فکر تفاوت می؟ بیامو این طبقه مدرسه هست که دو دن اتاق دو طرف ظاهرن جور کده داری دو اتاق دیگه طرف اینجا مثلا ظاهرن اگر خدای در مقابل هر کل کین یک اتاق دیگر درست میشه که مجموعاً 8 اتاق شود. این طرف سی کتابخانه هست مثلا چوکرهایی که شما میبینین که تا چوکار کتابخانه هست که فلیش جور شدن رنگیشی و مثلا تختیش منده برای مثلا اکثر کتاب های استاد برهانی خدا رحمت کنن و مثلا آوردیم اینجا شما کتاب های استاد برهانی رو ببینید. خدا انشالله او را با علمای صالح با علمای اعلام مشهور کند. بله بله برادر عزیز دوستان که میگیرید از امتر که اجاقا فرمود از این ستون در اون طرف در آینده انشالله یا اتاق بندی میشه اتاق جور میشه و از این ستون به این طرف کتابخانه جور میشه. این قفص هایی که میگنید برای کتابخانه آماده شده که انشالله کم کم کارایش منده اونام تکمیل شده و روز بیاییم که در اینجا یک کتابخانه خیلی مقبول باشد. کتاب های استاد برهانی رو که آوردیم حالا شما متنی کتاب های استاد برهانی را خدا غریق رحمت کنن هم شما ببینید. حالا ما رو اونجا داخل و این کتاب های استاد برهانیه که ما از سنگ ماشه آوردیم، این منتظر از این کمی قفص هایش کاملا درست شنن بعد انشاءالله کتاب های استاد را خدا انشاءالله با صلحا و علما محشور کنن. این مثل کتاب های استاد برهانیه، اینا همه کتاب اینا ای طرف اینا این کارتون هم کتاب این کارتون هم کلن کتاب هست کتاب های استاد برهانی هست تقریبا یک متر کتاب دیگر از استاد برهانی در سنگ ماشه منده که انشاءالله که این قفص ها درست شنه وارم میریم. اینا کلگی محتاج به کار هست، محتاج به نیاز به کار و کمک برادران دارن. خدا انشاءالله توفیق برادران را مزید کنند. یک مقدار کتاب دکتر جاوید فرستاده که انشاءالله در زمین این کتاب ها در قفص ها گذاشته می شود و کتابخانه سابق که در مدرسه سابق هست او مگر جا شد اینجا میری یک نشتم اونجا جایش درست میکنه. آجاقا همون دکتر جاوید رو هم کم واضح تر بگیم کی است دکتر جاوید؟ دکتر جاوید پسر آقای دانش دولا. خب مشخص و آره. انشالله خدا خیر میداره انشالله و تعالی. هیچ گونه رنگامیزی نشده و نه داخلش نه بیرونش، مدرسه بیرونش کاملا رنگ نشده و انشالله که امیدواریم با کمک برادران کلیگش تکمیل شد. دور که اینجا کمک نموده هر نو کمک کرده کمال سپاسگزاری رو داریم. خدا انشالله خیر دنیا و آخرت برایش عوض بکنن و توفیقات مزید رو برایش عنایت کنن. دروازه های مثلا حسینیه که رنگامزی نشد انشالله که رنگامزی شد سر جایش قرار میگیرن. خب تشکر خلاص. اینها ظاهرا چیز مشکلات مدرسه جدید، اما مدرسه سابق هم بیا بابا از این طرف بگیر یک دفعه همین اون دوست سلکو مدرسه سابق شما که پیسنگ کلی مدرسه همون مدرسه سابقه و یادگار بزرگ علمای اعلام جناب اخون کربلایی آقای استاد برهانی هستن و باقی اساتید همون طبقه بالایش که شما مشاهده میکنید کاملا تجدیدنی و از نو پوشندنیه به طور اساسی که انشاءالله او دیگه خراب نشنن. خاک میرزا قابل استفاده نیه، یعنی زحمت های شما و یه مثلا دیدی شما این وضعیت مدرسه جدید و سابق شما انشاءالله و تعالی امیدواریم برادران توجه کامل نماید. خدا انشاءالله به همگان توفیق خیر و سعادت نماید. خب تشکر آجا از اینکه مشکلات مدرسه را همراه دوستا و بیننده خیرین از ما شریک کردین. تشکر از شما و دوستای زمین که در تصویر آجا همراه شما همه چیز را شریک کرد. قضاوتش به دست خود شما. دیگه تا ویدیوی بعدی خداوند یار و نگهدار شما. آقا خدا حافظ شما. پیغمبر خاتم سلام.